سلام و عرض ادب خدمت شما دوستای عزیز و گلم وقتتون انشالله که بخیر باشه. بچه ها این ویدیو ممکنه که خیلی ویو کم بخوره، شاید 20 هم نشه، ولی خب کلا ضبطش میکنیم که توی چنل باشه، در رابطه با معافیت ها و اینکه چی کار بکنید برای معافیت پیام نور و از این دسته ویدیوها و صحبت ها. ببینید بچه ها، پسرایی که میخوان معافیت بگیرن و معافیت داشته باشن یا حتی میخوان یه دانشگاه خوبتر شرکت بکنن یا کنکورشون بیش از یک سال طول میکشه که پشت کنکور بمونن، اوضاع از این قراره که معافیت تحصیلی دارید شما، یعنی معافیتتون اگه تموم بشه به خدمت سربازی میخورید که بهتره دورش بزنید و با ثبت نام کردن توی دانشگاه پیام نور این معافیت رو 5 سال برای خودتون تمدید بکنید، که این مورد حالا یه سری مشکلات خودش رو هم داره که بهشون میپردازن. خیلی از بچه ها مهر ماه معافیتشون به پایان میرسه. خب خیلی از بچه ها. اگر مهر ماه معافیتت به پایان میرسه و همین کنکور 403، یعنی مهر سال بعد، و کنکور 1403 هم شما کنکور داری، مشکلی نیستش. یعنی اگه میخوای 403 قبول بشی، خب نیازی نیستش که ثبت نام بکنی برای دانشگاه پیام نور، به خاطر اینکه همیشه نظام وظیفه یه سری فرصت‌هایی رو به شما میده برای اینکه بتونی دانشگاه تو ثبت نام بکنی و دیگه نیازی به هیچ کار اضافه ای از طرف شما برای 5-6 روز نیستش. این از این مورد. خب نکته دوم، اگه میترسی که مثلا 403 قبول نشی، ممکنه بیفتی برای 404 یا یکم استرس داری و و و و غیره، بهتون پیشنهاد میدم که دانشگاه پیام نور رو ثبت نام بکنید. یعنی مثلا میخوای 404 کنکور بدید، خب ثبت نام که بکنید دیگه پیام نور مشروطی و اخراجی نداره. مثلا میتونی یک سال اولا مرخصی بگیری و اون یک سال درستو بخونی و کنکورتو شرکت کنی و قبول بشی و انصراف بدی بری اون یکی دانشگاه. اما باید حواست باشی با یک بار ثبت نام کردن توی دانشگاه و دوباره انصراف دادن، فرصت کل انصرافت میسوزه. یعنی هر فردی در طی طول عمر تحصیلش، چه دختر چه پسر، یک بار فقط حق انصراف از دانشگاه رو داره. من الان بیام دانشگاه بنویسم، من استفاده کردم از حقم، مترجمی بنویسم، 6 ترم بخونم، انصراف بدم، انصرافم رو دادم، حالا دوباره دانشگاه میام ثبت نام میکنم، دیگه نمیتونم انصراف بدم. اگه انصراف بدم از تحصیل کردن محروم میشم. این از این مورد. خب و معافیت تحصیلی هم فقط یک بار دیگر برای شما صادر خواهد شد، یک بار دیگه 5 ساله. اوکی خب این بود از توضیحات امروز، و اگه قسمتی از این توضیحات رو متوجه نشدید توی کامنت ها بگید که براتون توضیح بدم. یا